به گزارش رویترز مجلس دانمارک پس از موجی از اقدامات اسلام ستیزانه که طی آن قرآن کتاب مقدس مسلمانان کرارا به آتش کشیده شد و خشم مردم مسلمان دنیا را برانگیخت با تصویب قانون سعی نمود این اعتراضات را کنترل نماید بر اساس مقررات جدید آتش زدن پاره کردن و بیحرمتی به کلیه کتب و متون مقدس ادیان و مذاهب از جمله قرآن در ملای عام دو سال زندان دارد و جریمه نقدی دارد این مصوبه در مجلس دانمارک که دارای 179 کرسی است با 94 رأی مثبت در برابر 77 رأی منفی تصویب شد این ممنوعیت همچنین شامل تهیه ویدیو و انتشار آن در فضای مجازی هم می شود. این مصوبه مجلس دانمارک قبل از اجرایی شدن باید به امضای ملکه مارگریت پادشاه دانمارک هم برسد که پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری دسامبر 2023 این مصوبه مجلس دانمارک به امضای ملکه رسیده و به اجرا گذاشته شود. در پی قرآن سوزی های مکرر در دانمارک و سوئد دولت های این دو کشور تلاش کردند به دنیای اسلام نشان بدهند که در حال محدود کردن قانونی چون این حرمت هایی هستند تا اعتراضات مسلمانان به این دو کشور و آنچه های تروریستی خوانده می شود کاهش یابد